سلام او درناوی تاسو د سولې په درشل کې عزیز مریلی اباسینیا ما په دې وروستیو کې د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع رامنځته کولو په لړ کې ځینې نوي اقدامات ترسره کیږي. طالبان په مبهم ډول د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د سفرونو ترسره کولو په حال کې دي. مسکو، چین او بیا تهران چې نن یې تازه د دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان دغه ګاونډي هیواد ته تللی دي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اکله کوم دریځ نه دی ښودلی، خو د طالبانو دغه سفرونه د ډیرو لپاره د پوښتنې وړ ځکه دي چې دوی د څه لپاره دا سفرونه ترسره کوي. ځینې باورونه دا دي چې د حکومت د تضعیف لپاره دي، خو حکومت هم په ځینو ډیپلوماټیکو هلو ځلو لاس پورې کړی دی او د هغو ناستو یو میلمه هم دی چې په دې وروستیو کې ترسره کیږي. په ترڅ کې ولسمشر غني برټانیې ته رسېدلی دی، هلته یې له برټانوي چارواکو سره خبرې کړي. تر هغې مخکې د نورو هیوادونو له استازو سره هم د ځینو وروستیو ناستو په لړ کې کتلي دي. دغه راز نورو چارواکو تر څنګ نن حمدالله محب د مسکو په بلنه د اوفا ښار ته رسېدلی دی او په دغې امنیتي او دفاعي ناسته کې چې له سلو ډیرو هیوادونو استازي پکې ګډون کوي دی هم حضور مومي. په دغه ناسته کې پر نورو مسایلو سربیره په سیمه کې د ثبات او امنیت رامنځته کول هغه څه دي چې د ډیرو ګډونوالو څرګندونې له ځانه سره درلودلې دي. حمدالله محب هم په دغه ناسته کې ګډون درلودلی او د تروریزم پر وړاندې یې د هیوادونو په ځانګړې توګه د سیمې د مهمو هیوادونو د همغږۍ او ګډې مبارزې غوښتنه کړې ده او په دې لړ کې د دوی همکاري ډېرې مهمې بللې دي. خو بل لور ته بیا د تروریزم او نشئی توکو مسله هم هغه څه دي چې د اوفا ناستې یو بل مهمه برخه ده او په دې هکله د حمدالله محب څرګندونې هم رامنځته شوي دي. تر څنګ نور اړخونه هم د هغه د خبرو تر بحث لاندې نیسو. راسره دلته په سټوډیو کې د سیاسي چارو فعال اسدالله عزت موجود دی او په ورته حالت کې به راسره د ویډیو کانفرنس له لارې هم زموږ بل سیاسي شنونکی له آلمانه وایس احمد ناصری وي چې همدا شیبه هلته موجود دی. ناصری صاحب به شما خیلی خوش آمدید میگیم و تشکر میکنیم دعوت مرا پذیرفتی. به بحث به له تاسو سره پیل کړو جناب عزت صاحب، دغه شګاف او دغه درس چې د افغانانو په منځ کې رامنځته شوی هم جدي مسله پرې تم کیږو، بیا هم ولاړ به شو آلمان ته. راسره وایس احمد له ناصری صاحب وصل دی، لکه څرنګه چې یادونه وشوه. آقای ناصری سپاسګزار هستیم یک بار دیگر. سوال خود را از اینجا آغاز میکنیم که حالا یک فرصت پنداشته میشه نشست اوفا، آقای مهم آنجا حضور داره، به نظر شما در سخنرانیشان و موقف گیری دیپلماتیک از تریبیون حکومت افغانستان باید در این نشست به چه شکل ایراد شود؟ آقای عباسین با اظهار سپاس امتنان از شما و شبکه احمدالعزیز آریانا نیوز و آریانا افغانستان که مرا مهمان برنامه دارین و همچنان با تقدیم سلام برای همه هموطنان عزیز و بیننده های شما و مهمان برنامه، باید عرض بدارم که متاسفانه بدبختانه مسائل افغانستان بسیار بغرنج پیچیده شده. اما یک اجماع منطقوی و یک اجماع به حساب جهانی که امیدوار هستیم بر افغانستان ایجاد شود، متاسفانه در تحت شرایط حاد جنگی و یا رویارویهای نظامی که فعلا در منطقه ما جریان داره میان ایالات متحده آمریکا و ایران و روسیه مخصوصا و به حساب فعالیت و تشدید فعالیت روس‌ها در منطقه و که ای که در میدان جنگ و میدان به حساب سیاست روس‌ها با قدرت دوباره برگشتن، این متاسفانه به میدان جنگ افغانستان پیچیده تر ساخته و ای که ایالات متحده آمریکا به حساب تصمیم گرفته و یا نظر به مو آخرین گزارش را که سیگار داد که گفت 744 میلیارد دلار ما در مصارف نظامی داشتیم و همچنان 194 میلیارد در ارتباط به بازسازی افغانستان، یعنی در حدود 1000 میلیارد دلار ما در 18 سال مصرف کردیم. کمر امریکا در این جنگ افغانستان هم از نظر نظامی هم از نظر اقتصادی شکسته شده و رقابای سیاسی و نظامی امریکا در منطقه میخواهند که امریکا به حساب از افغانستان که یک نقطه بسیار سبق الجیشی و استراتژیک است شکست بخوره و ویتنام دیگه برش مبدل شود. به هر صورت رقابت های منطقوی و امی خود کشورهای منطقه و جهان که در اوضاع آدم میبینه، این کنفرانس مسکو و یا به حساب رفتن آقای محب در اونجا و یا سفری که آقای محب به پاکستان داشت، در عین زمان دیدارهایی را که آقای غنی با رئیس جمهور یا صدراعظم هندوستان داشت و یا سفرش به لندن، اینا رقابت های منطقوی و جهانی است که در مقابل
به حساب مو حالت فعلی که بر آمدن صلح بر افغانستان است و یک اجماع منطقوی ضرورت است، اجماع جهانی ما ضرورت است. متاسفانه افغانستان قربانی همی بدون شک منافقی. آقای ناصری، بدون شک این همان نشستایی که شما نام بردین زمینه دیپلماسی کشور هاست، اما حالا فرصت های هم و اعتبار سیاسی وجود داره در اینجا. آقای محب در نشست میگن که افغانستان همه روزه حداقل 50 نفر قربانی میته و ما در خط اول نبرد قرار گرفتیم. چی پیام میتونه داشته باشه به کشورهای عضو نشست اوفا؟ ببینین، وقتی که وزیر خارجه ایالات متحده امریکا آقای مایک پامپیو که یک شخصیت سیاسی باید باشه و او یک زمان من حیث رئیس سازمان CIA کار میکرد، اعلان میکنه که حملات دو هفته پیشتره که بر نیروهای امریکایی صورت گرفت توسط ایرانی ها بود، و سفیر ایران در افغانستان اعلان میکنه که برگشت طالب ها در قدرت و اشتراک طالب ها ناگزیر است و ما از حمایت میکنیم از برگشت طالب ها در قدرت. این رقابت ها نشان میده که جنگ افغانستان متاسفانه نیابتی است. و آقای محب که میگن 50 نفر، من فکر میکنم اشتباه میکنن. در جنگ افغانستان افغان ها که کشته میشن، هر دو طرف افغانستان، بیشتر از 100 تا 150 نفر در روز، اگر امی آماری را که نشرات منطقوی جهانی و خصوصا امی نشرات خود تلویزیون های افغانستان شما و طلوع نیوز و دیگران را آدم تعقیب کنه، روزانه در حدود 100 نفر افغان در این کشور جان. خب حالا هدف از تلفات است که ده ها تن گفته، آقای محب میگه 50 نفر. چی پیام میتونه داشته باشه به کشورها، به روسیه، چین، ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگری که در این نشست هم گرفتن؟ تهدید آقای خلیلزاد که گفت که یک تعداد سیاستمدارا میخواهند مانع صلح شوند و به کشورهای مختلف پناه میبرند و مانع صلح میشن و ما میخواهیم اونها رو افشا کنیم، نشان میده که سیاست و سیاست بازی در افغانستان وابسته به منافع کشورهای دیگه هست و دعوت از اشتراک و یا به حساب حضور از اونا در جنگ افغانستان است. متاسفانه هر دو طرف جنگ، هم نیروهای دولت و هم نیروهای طالب ها، از طرف بیگانه ها حمایت میشن و متاسفانه کنفرانس هایی که در بیرون دایر میشه آقای عباسین و همچنان پیشارهایی که داده میشه بر قطع جنگ نیست بلکه بر تشدید جنگ است و هر دو طرف جنگ میخواین که از رای جنگ موضوع افغانستان یک طرفه کنن و به صلح برسن. کی فکر میکنم امی تهدیدایی را که طالبان میکنن و امی غرور و تکبری را که امروز طالبان گرفتن و همچنان امی اعلان را که آقای محب چند روز پیشتر در تلویزیون ها کرد که تا 4 ماه آینده ما کمر طالبان را میشکنانیم، در حالی که در حضور 120,000 نیروی خارجی و حمایت قاطع جهان در 16-17 سال گذشته کمر طالبان نشکست. آقای محب میگه ما در 4 ماه آینده کمر طالبان را میشکنیم. این شعارها به نظر من اعلان جنگ است نه اعلان صلح. آن چیزی که شما فکر میکنین باید در این نشست از تریبیون حکومت افغانستان ایراد میشد کدام موارد است؟ به نظر من باید دولت افغانستان، دولت مردای افغانستان که مسئول به حساب امو نماینده های ملت افغانستان است، در این مقطع اساس برهه تاریخی افغانستان باید دردهای ملت خود را میگفتن، از مداخلات، از رقابت های ناجایز کشورها فریاد میزدن و از اینکه افغانستان میدان جنگ های نیابتی کشورها هست، امریکا و روسیه از یک طرف، ایران و سعودی ها از طرف دیگه، و همچنان رقابت های منطقوی هست، روس ها را به حساب که در مداخله میکنن و هر هفته یک ایت طالب ها را میپذیرن یا سیاسین افغانستان را دعوت میکنن و به مرکز ثانوی طالب ها مبدل شده، امارت طالب ها در مسکو ایجاد شده. باید آقای محب دردهای ملت خود را به آدرس تمام مداخلگران منطقی و جهانی میرساند و من فکر میکنم جنگ افغانستان ابعاد پیچیده‌ای را به خود گرفته و متاسفانه جنگ استخباراتی هست و کشورهایی که مانندی که در امی اوفا حضور داشتن، اینا همه در اون مسئله افغانستان مداخله میکنند. سپاس آقای ناصری، دوباره برمیگردم به شما. همدغه مسئله دوایم مورد خغلی ناصری سر شریکه. آقای ناصری، اگر قرار است حکومت باید در همه امور مسئولیت مسائل را به دوش بگیره، پس این همه سیاسیون کشورهای منطقه و کسانی که در قضیه افغانستان مهم است و داد میزنند که ما به خاطر بهبود وضعیت افغانستان کار میکنیم چی؟ دولت افغانستان متاسفانه یکی از ضعیفترین دولت ها در طول تاریخ افغانستان بوده. ما هیچ دولت را در تاریخ افغانستان مانند دولت وحدت ملی ضعیف، ناتوان و به حساب پر از شکست ها و ریخت ها و تا میتونم یک دولت فاسد بگویم
متاسفانه دولت مردان ما در میان خود چنان با هم در اختلاف هستند که در فاصله چند صد متری میان هر گو سپیدار با هفته ها و ماه ها دیدار صورت نمیگیره، هر از طریق مطبوعات به یکی دیگه اینا تهدید میکنند. وقتی رئیس اجرایی میگه ما از برطرفی یا از برکناری وزرای کابینه خبر ندارم و وزیر از طریق فیسبوک خبر شده که برکنار شده، این حوجی از غرور، تکبر، خودخواهی ها، انحصارگرایی ها را در افغانستان تبارز میده. و متاسفانه امروز دولت افغانستان شورا و پارلمان فلج است. امروز شما میبینید که اکثریت وزارت های افغانستان، کلیدی ترین وزارت های افغانستان به شکل سرپرست اداره میشه. وزارت دفاع که وزارت کلیدی در افغانستان است، وزیرش سرپرست است، وزیر خارجه سرپرست است، وزیر داخله سرپرست است. خلاصه دولت ناکام است. متاسفانه دولت مردان ما به خاطر انحصار قدرت و به خاطر رویای قدرت اینا در جان هم افتادن و هیچ. خب حالا سوال اگه این گونه مطرح شود که حکومت چرا به این قدر که شما اشاره دارین تضعیف شد و ضعیف نگه داشته شد، ایجاد حکومت، مشکلات دیگر سیاسی که گفتنی و انتباهاتی وجود داره که با کشورهای مختلف دست دارند و بالاخره با مسائل من حیث قوای نیابتی برای آنها عمل میکنند، آیا حکومت در کل میتونه با این همه چالش ها دست و پنجه نرم کرده به یک حالت برسه که برای منافع ملی افغانستان به مردم افغانستان من حیث اولویت مطرح است؟ خیلی کوتاه. اگر منافع ملی آقای عباسین عزیز برای ما سیاستمداران ما و کسانی که اداره و اراده افغانستان و دست خود دارن و در یک مقطع تاریخ من حیث یک صفحه تاریخ اینا ماندگار میشن، کارهای خوب و خراب از اینا، اگر اینا مسئولیت خود ادا کنن، خودخواهی های خود کنار بگذارن، با هم کنار بیاین، واقعا سیاسیونی که امروز در افغانستان از احزاب سیاسی، رهبران سیاسی، دولت و مخالفینشان، کسانی که اپوزیسیون هستن، اینا با هم مشترکن همکاری کنن، میتونن مشکل افغانستان یک قدم مشکل رفع کنن. واقعا اینا میتونن یک اجماع ایجاد کنن به جای اینکه یکی دیگر را تهدید میکنن و میگن که اگر اول جوزا را مثلا گذشتی ما انقلابات سیاه و سرخ و سبز میکنیم، کنار هم بیاین با هم یک جا صحبت کنن و یک اجماع ایجاد کنن و واقعا هیئتی برای مذاکره ایجاد کنن و برای رفتن به سوی انتخابات یک اجماع ایجاد کنن. بسیار کارهایی میشه در افغانستان صورت بگیره آقای عباسین، ولی متاسفانه خودخواهی های از اینا مانع تطبیق امو اهداف ملی شده. آگاه روابط بین الملل از آلمان وایس احمد ناصری از شما سپاسگزار هستیم او دغه راز په استودیو کې دلته راسره موجود ښاغلی اسدالله عزت نه هم مننه کوو. دغه بحث لا هم دوام پیدا